درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم خامنه ای در جستجوی دولت جوان و حزب اللهی ای برای حفظ نظام هم باید حزب اللهی های تون رو و هم ریش سویت های واقع را دریابد علی خامنه ای مردی از پرتناقض پیرمرد 80 ساله ای که خود را انقلابی میخواند اما وظیفهش حفظ وضع موجود به هر قیمت است. سیاستمداری که حرف از آرمان و عدالت اجتماعی میزند اما بر صدر نظامی تا استخوان فاسد نشسته است که در آن فاصله فقیر و غنی بیداد می کند. مردی که ادعای رهبری انقلاب و فراتر بودن از احساب موجود را دارد اما مدام در اختلافات جناهی دخالت می کند. او در ضمن همیشه جوانی خودش را به روشنی در یاد دارد. 50 سال پیش او جوانی انقلابی و روشنفکر در مشهد بود. همپالکی امثال هم علی شریعتی بود و مثل او از روحانیون ارتجایی زمان خودش بیزار بود. نه فقط نهجای بلاغه که فرانس فانون و سید قطب میخواند و میخواست مثل بسیاری از همسن سالهایش در سراسر سال جهان از تهران تا قاهره و از پکن تا سانتیاگو نظم موجود را برهم بزند. در زمین میخواست شاعر و نویسنده و سخن پرداز شود. حالا اما میبیند که باید در برابر جوانان خواهان تغییر بیستد و منفور آنهاست. شاعر که نشد هیچ باید شاعران و اهل قلم را سرکوب کند تناقض انقلابی که دیکتاتور شده است علی خامنی را رها نمی کند. در تحلیل تحرکات سیاسی او نباید این واقعیت را در موردش فراموش کرد در این شرایط است که باید به تحلیل صحبت اخیر خامنه در چهارشنبه گذشته بنشینیم او مطابق معمول با جمعی از نمایندگان تشکلهای های دانشجویی اصولگرا دیدار کرد حرفهای آنان را گوش کرد و خودش هم سخنانی گفت در مراسم سالهای گذشته گاه یکی دو دانشجوی غیر اصولگرانی در فهرست سخنران ها گنجنده می شدند. اما امسال فقط گروه های دانشجویی به اصطلاح حزب حاضر بودند. اما آنچه بر بسیاری از ناظران که ایران را با عینک دو قطبی جمهوری اسلامی و مخالفان یا اصولگرا و اصلاح طلب تحلیل می کنند پوشیده است. شکافها و تناقضات عمیقی است که درون این به اصطلاح جمهوری انقلابی به چشم می چنان شکاف هایی حتی می میان اصولگرایان شدیدتر باشد که نتیجهش انفجاراتی مانند برخورد شدید حکومت با امثال اسفندیار رحیم مشایی و جریان انحرافی است. امید منتظری تحلیلگر از مدود کسانی بود که به انتقادات تند محمد حسین صبوری دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در روز چهارشنبه اشاره کرد. با اینکه فیلم کامل جلسه و سخنان دانشجویان منتشر نشده است، آن میزان از حرفها به بیرون درس کرده که بدانیم صبوری از نحوه مدیریت بیت رهبری انتقاد کرده است. بیت خامنه ای شاید به تولد مخالفان اصلاح طرف و غیر حاکمیتی را سرکوب کند اما در خاموش نگه داشتن جوانان اصولگرا با دشواری های بیشتری مواجه است به ویژه که خودش از آنها خواسته است تا آتش به اختیار عمل کنند همین است که انتقادات دانشجویان در رسانه های مختلف مربوط به اصولگرایان تندرو منتشر می شود آن انتقادات معمولا با شدیدترین لحن علیه دولت حسن روحانی صحبت می کند. مشرق نیوز با افتخار از حرفهای صبوری نوشته است و آن را نشان آزادی و راحتی دانشجویان در حسینیه بیت رهبری دانسته است صبوری در حرفهایش به فهرستی طولانی از انتقادات اشاره می کند. سوالات و ابهاماتی نظیر ماجرای تصویب برجام تلاش برخی برای تصویب لوایح مربوط به FITF، انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جلوگیری از تحول های انقلابی در نهادهایی مثل صدا و سیما و استفساری گیری برای بستن دهان کارشناسان او در ضمن خواسته بود تا مسئولان بیت رهبری باید پاسخگو باشند و از مسئولیت انتصاب به رهبری بیرون بیایند سال گذشته هم دبیر این تشکیلات محمد جواد معتمدی نژاد که حدود 17 سال سابقه دارد از بیت خامنی انتقاد کرده بود او به دلیل اظهارات جنجالیش مدتی بازداشت شد و سپس جای خود را به صبوری داد امثال معتمدی نژاد و صبوری در واقع بازنمود گارت های سرخ انقلاب فرهنگی چین در دهه طوفانی 1960 هستند آن جوانان خود را طرفدار آتشین ماوت ستونگ رهبر وقت حزب کمونیست چین میدانستند و ما او خود را با آنها همراه کرد تا نخبگان سیاسی و اجتماعی چین را تصویه کند و البته یکی از بزرگترین فجایع انسانی قرن را رقم زند خامنه اما مدبرتر و محدادتر از آن است که کارهای ماویی کند او همچنین خوب میداند که انقلاب فرهنگی چین با مرگ ماو ما خاتمه یافت و دنبالش نه تحکیم حکومت است هاست که ادام طرفداران تندرو انقلاب فرهنگی و پایان عملی کمونیسم ماویی و جایگزینی آن با گونه از سرمایه داری بود. در این شرایط است که خامنه ای باید در شطرنج سیاست بازی کند. انقلاب اسلامی چهرت ساله شده از همه لحاظ شکست خورده است. بیشتر ریش های آن از جمله امثال حسن روحانی به این نتیجه رسیدند که تلاش برای حفظ آرمانهای آن در قرن 21 جایگاهی ندارد و در پی استحکام نوعی حکومت استبدادی اما تکنوکراتیک هستند بخش عظیمی از جامعه ایران نشان داده است که هیچ سنخیتی با آن نوع انقلابگری و اسلامیگری که خامنهای و امثال او میخواهند ندارد افزون بر این واقعیت ایران دو سال گذشته در بحران بی سابقی اجتماعی اقتصادی فکری و دیپلماتیک گرفتار شده است خامنه ای همان حس و حال استالین را دارد که در اوج بحران نظامش در دهه 1940 به اطرافیانش می گفت لنین دولت را تشکیل داد اما ما به همه چیز گند زدیم یعنی به شدت نگران بقای نظامی است که بنیانگذاریش حاصل عمر او و همفکرانش بوده است او چگونه میتواند این نظام را حفظ کند چگونه میتواند هم بر جوانان حزب اللهی رو اقلیتی جویای آرمان شهری به دست نیامدنی تکیه کند و هم با ریش سفیدهای مدبر و را به ساخت و پاخت بپردازد هم صبوری را کنار خود نگه دارد و هم ناطق نوری را چگونه میتواند هم چهره انقلابیگری و قدرت مداری در منطقه و جهان را به خود بگیرد و هم مانع از غرق شدن کشتی اقتصادی ایران شود هم حسن نصرالله را رازی نگه دارد هم با مرکل و ماکرون لاس بزند او کوشیده است تا یک استراتژی دوگانه را به کار گیرد تشویق کنترل شده ی جوانان حزب اللهی همراه با سوء استفاده از میهم پرستی و ایران دوستی عموم ایرانیان یعنی از یک سو از اقلیت حزب اللهی برای سرکوب مخالفان و پایدار نگه داشتن نظام استفاده کند و از سوی دیگر با پرچم ایران دوستی و بیگان بقیه ایرانیان را گرد هم آورد این خط فکری را می توان در جای جای بیانیه گام دوم که چند ماه پیش به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب منتشر شد مشاهده کرد سخنان خامنه ای نشان از تدارک او برای انتخابات ریاست جمهوری می دهد. انتخاباتی که می تواند در تعیین آینده نظام نقش مهمی داشته باشد اکنون سوال این است که خامنه ای در گام بعدی خود بین این دو استراتژی چگونه توازنی برقرار می کند خامنه ای گفت با بیان نگرانی ها و اشکالات از سوی جوانان مخالف نیست اما خواهان احتیاط شد و گفت در تعبیرها یک مقداری دقت بشود هم گفت روحیه نشاط و طلبکاری خیلی خوب است و هم خواست که دانشجویان از چارچوب خارج نشوند و تشر زد که لحن انتقاد را خیلی تند نکنید از افراط و تفرید در بیان بپرهزید. در پاسخ به انتقادات دانشجویان به خصوصی سازی که پلتفرم اصلی اقتصادی او در سی سال رهبریش بوده است گفت اشکالاتی در کار خصوصی سازی هست منتها اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد کشور ماست یعنی تاکید کرد که هیچ امتیازی به چپگرایی اقتصادی دانشجویان حزب اللهی نمیدهد با وجود آنکه که حرکات مستقل دانشجویی را در زمینه های کشوری و بین المللی تشویق کرد لفظ آتش بی اختیار را تنها در ارتباط با مسائل فرهنگی تکرار کرد از تجمع در مقابل سفارتخانه خارجی حمایت کرد اما گفت این نیست که همیشه از دیوار بالا رفتن خوب باشد و افزود که یک جاهایی البته خوب است در قضیه تسخیر لانه جاسوسی کار خوبی بود اما تیتری که نهاد رهبری برای سخنان خامنی استفاده کرد نشان از جوهر حرفهای او دارد زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی آماده کنید این را میتوان توان التیماتوم رهبری جمهوری اسلامی به حسن روحانی و همفکرانش دانست و نشانگر این نکته که او شاید در آخر عمر واقعا روشی ماوی در پیش گیرد و بخواهد دوباره زمام کار را به جوانان اصولگرای آتش به اختیار بدهد میگوییم دوباره چون استفاده او از احمدی نژاد برای سرکوب جنبش وسیع اصلاح طلبی در واقع چنین ماهیتی داشت اما خامنه ای همان هنگام هم پی برد که امثال احمدی نژاد به قولی میمانند که وقتی از چراغ جادو خارج شوند پویای خاص خود را مییابد و سر از جاهایی در میآورد که رهبر شاید خوابش را هم نمیدیده است خامنه ای در حرفهایش تاکید کرد که من میگویم جوان منظورم صرفا جوان ده بیستی نیست سی ساله سی و پنج ساله چهل ساله اینها هم جوانند اینها هستند که اگر متحد باشند می توانند در نظام مدیریت کشور یک تحول عظیمی را به وجود بیاورند محمد جواد اکبرین دین پژوه مقیم پاریس و منتقد حکومت در توییتر از دعوایی خبر داد به گفته او بحث بر سر آن بوده که منظور خامنه ای از دولت جوان حزب کی بوده حتی کار رسیده به مقایسه سن نامزدهای محتمل و بعد هم کلی بد و بیراه به هم خامنه ای در حرفهایش جوانی خودش را به یاد آورد و در میان خنده هزار گفت اگر باور میکنید ما هم یک وقتی همسن شما بودیم او از سختی های دوران مبارزه گفت موانع هم زیاد بود هم کتک بود هم زندان هم موانع پولی بود هم گرسنگی کشیدن از این چیزها هم بود اما در این حال حرکت میکردیم پیش میرفتیم جوانهای امروز باید اینجوری حرکت کنند مثل مبارزات مبارزین دوران تاقوت در ادامه همین سخنان بود که گفت انشاءالله شما جوانان با این حرکت ها پیش بروید و زمینه را برای روی کار آمدن یک دولت جوان و حزب اللهی آماده کنید و افسود بنده معتقدم که بسیاری از این نگرانی های شما و دقدقه های شما و قصه های شما پایان خواهد پذیرفت این قصه ها هم البته فقط مخصوص شما ها نیست خامنه ای اما خوب میداند که با خاطر تعریف کردن روحیه انقلابی 50 سال پیش بیدار نمی شود این روحیه امروز اگر هم بیدار شود بیشتر در میان مخالفان او خواهد بود حتی بسیار از جوانان آتشی طرفدار او نیز از جمهوری اسلامی واقعا موجود از این نظام سراسر فساد و دزدی و ثروت و, و ریاکاری بیزارند و پویایی حرکت آنها بعید از چیزی از این جمهوری باقی بگذارد او در بیانیه گام دوم از ورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازی جامعه پردازی و تمدنسازی خبر داده بود خامنه ای با این الفاظ بیان که بخواهد شباهت عجیبی بین اوضاع کنونی با آخرین روزهای حکومت شاهنشاهی سابق به دست داده است دیکتاتوری در قدرت که از بیماری رنج میبرد رهبری که در گیرودار بحران اقتصادی جامعه حرف از زوال تمدن غرب میزند و دروازه های تمدن را نشان میدهد باید دید دولت جوان و حزب اللهی که خامنی دیکتاتور میخواهد از کجا بیرون میآید و یا میتواند جمهوری اسلامی را از میان بحران عمیقش بیرون بکشد یا نه دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار